سه دو یک. یک روش جلوگیری از خوردگی تجهیزات فلزیه. داستان برمیگرده به سال 83، مستقیما وارد صنعت شدم، اونم اصلویه. تجهیزات فلزی شما در معرض خوردگی هستن. حفاظت کاتودی ندارد، تجهیزات تو خاکن. از اون زمان این زیر لوله دفع شده. همیشه به دنبال کارهای زود بازدهیم. چه نگاهی بلند مدتی دارن نسبت به تجهیزات و تأسیساتشون و دارایی های فیزیکیشون. اگر بخوایم تاریخچه‌ش رو بگیم، برمیگرده به اواخر قرن 18 میلادی که اون زمان دریانوردی خیلی باب بوده، به خصوص در کشورهای اروپایی مثل پرتغالی‌ها، اسپانیایی‌ها، انگلیسی‌ها دریانوردی خیلی خوبی داشتن. یه مشکلی که اینا داشتن این بوده که بدنه کشتی‌هاشون که از جنس مس بوده، اینا تو آب خورده می‌شده از بین می‌رفته. سر هامفری دیوی که آدم خیلی فعالی هم بوده، اختراعات زیادی هم داشته، از قضا این همزمان میشه با آقای مایکل فارادی. میگن آقا اگر میخوای بدنه کشتیاتون خورده نشه، بیایید از یه فلز دیگه استفاده بکن. اینا متوجه شدن که یکی آنود میشه، یکی کاتود میشه، یعنی یکیش خورده میشه، یکی دیگه سالم میمونه. تجهیزات فلزی شما در معرض خوردگی هستن و باید چی بشه؟ حفاظت کاتودی بشه. حفاظت کاتودی برق میخواد، برقی وجود نداره. توی پروژه، تعریف پروژه میگن اب نداره، برق نداره. ما نهایتاً دو ساله پروژه رو را میندازیم. توی این دو سال که دیگه اتفاقی نمیفته، یا توی این یک سال که اتفاقی نمیفته. مشکلی که ما داریم توی کشور ما، البته جای تأسف داره، اینه که پروژه‌ای که قراره دو ساله راه اندازی بشه، 8 سال، 10 سال طول میکشه. 10 سال پروژه ساختش طول کشیده. حفاظت کاتودی ندارد، تجهیزات تو خاکن. قراره که در پایان کار کانستراکشن این مخزن بره تو سرویس. حالا میخوام ببرنش تو سرویس، نگاه میکنم اینا، ای بابا کف مخزن سوراخ شده. کسایی که اونجا کار میکردن حفاظت کاتودی اصلا تحصیلات آکادمیک نداشتن. کف مخزن اتفاقی که افتاد یه چیزی شبیه، از نظر علمی اگه حساب بکنیم، که واقعا خیلی بد بود. ما چند وقت پیش توی یه پروژه خط لوله‌ای رفتیم، چنان وضعیت خوردگی این خط لوله عجیب بود که من اصلا نه خودم توی هیچ کتابی دیده بودم، نه توی هیچ مقاله‌ای. چیز جالبی که داره صنعت ما اینه که صنعت ما، حالا شما به من میگید پیرید، ولی صنعت ما واقعا صنعت پیریه. و من با کسایی که خارجیایی هم که آمدن توی ایران توی صنعت نفت ما من صحبت میکردم، متوجه شدم که اونا تعجب میکنن که چقدر صنعت شما کهنساله. موقعی که ما حفاری کردیم به یک جاهای برخورد کردیم برای اون برد دسترسی و رسیدن به اون لوله، دیدم که چقدر لوله هست زیر این زمین. گفتن آقا این پالایشگاه 90 سال، من قبل از اون نمیدونستم، گفتن آقا این پالایشگاه 90 سال قدمت داره. از اون زمان این زیر لوله دفع شده و انقدر این زیر تجهیزات هست که ما اصلا حساب این شبکه لوله‌ای که این زیر هستش از دستمون در رفته. در حال حاضر من اطلاع دارم که پروژه‌های ساخت مجتمع‌های ورزشی که برای جام جهانی فوتبال 2022 در قطر داره ساخته میشه، 200 سال گارانتی خوردگی داره. یعنی سازنده گارانتی میکنه که تا 200 سال آینده این سازه در اثر خوردگی از بین نره. یعنی ممکنه یکی زلزله بیاد یا موشک زده بشه که اونا هم حالا چیزای شخصی، ولی به علت خوردگی این از بین نمیره. ببینید چه ویژنی دارن یا چه نگاهی بلند مدتی دارن نسبت به تجهیزات و تأسیساتشون و دارایی‌های فیزیکیشون.